سلام جمعه سی یک شهریور 91 21 سپتامبر 2012 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه خانواده محمد رضا مقیسه زندانی سیاسی بند 350 و از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی های مهندس موسوی دست به ابتکار بسیار جالبی زدند بعد از اینکه دادستان با بحانه های مختلف از مرخصی محمد رضا مقیسه مقای... برای شرکت در ازدواج جشن ازدواج فرزندش خودداری کرد در شب عروسی با همه مهمانان از تالار عروسی راهی زندان اوین شدند و در جلوی زندان اوین تجمع کردند معمورین سعی کردند اونها رو متفرق بکنند اما تا بعد از ساعت دوازده شب هم مهمانان به همراه عروس و داماد در اونجا حضور داشتند و با شعار یا حسین میر حسین تجمع خودشون و همراهی خودشون رو با محمد رضا مقیسه و سایر زندانیان سیاسی ابراز کرد دادگاه انقلاب سنندج هم برای پنج نفر مجموعاً 120 سال زندان در تبعید تصویب کرده. چنگیز قدم خیلی به چهل سال زندان در مسجد سلیمان محکوم شده فخر دین فرجی 30 سال در تبس محمد حسین رضایی سی سال زندان در میناب و ایوب اسدی 20 سال زندان در کاشمر پنج نفر از اهالی روستای یکی از روستاهای تابع سردشت هم دستگیر و به اطلاعات ارمیه منتقل شدند مجموعا شاید بیش از 300 نفر از اهالی روستاهای مناطق مختلف آذربایجان غربی به جرائم امنیتی دستگیر شدند فشار امنیتی و سرکوب در کردستان به شدت بالاست و حسب معمول عمل کرده حکومت شاید چند برابر نقاط دیگه کشور سختگیری و سرکوب و احکام صادره برای دستگیر شدگانه آقای احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم اعلام کرده که دستگیری و آزار اقلیت ها و اقل... اقلیت های مختلف به خصوص اقلیت های دینی کماکان ادامه داره و در دو سال گذشته بیش از 300 نفر فقط مسیحی د... در ایران دستگیر شدند. پیمان عارف دانشجوی فعال سیاسی که بارها و بارها طی یازده سال گذشته راهی زندان شده و آخرین بار هم بعد از تحمل یک سال حبس و چهل ضرب شلاق به تازگی از زندان آزاد شده دوباره برای محاکمه مجدد فرا خونده شده و فردا شنبه باید در دادگاه انقلاب حاضر بشه جرم پیمان این بار اتهام پیمان تشویش از هانه عمومی است به دلیل مصاحبه ای که با سایت ها کرده برای ضربات شلاقی که در زندان اوین به او به دلیل نکته دوم اینکه به دلیل افزایش قیمت کاغذ روزنامه جمهوری اسلامی که یکی از قدیمیترین روزنامه ها در جمهوری اسلامی است و صاحب امتیاز قبلیش هم شخص آقای خامنه ای بوده ناچار شده صفحات کاغذش رو نصف بکنه این سرنوشت در انتظار بسیاری از روزنامه های دیگه هم هست اگر ناچار نشن که تعطیل بکنه کارخانه ابر صنعتی ایران هم بیشتر از 19 ماه که نتوانسته حقوق پرسنلش رو بده برای اینکه کمبود پول و درآمد داره سوابق بیمه کارگران هم که سابقه های بالای 18 تا 29 سال دارند در این مدت پرداخت نشده بنابراین کتابچه بیمه و بازنشستگی اونها هم به اشکال خواهد خورد. وزیر اقتصاد و دارایی آقای شمس دین و حسینی هم خبر داده از اینکه در ماه آگست صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که بزرگترین رقم صادرات غیر نفتی کشور هست چهل درصد کاهش پیدا کرده دلیل اصلی و اون هم تحریم های بین المللی در واقع بیشتر تحریم امریکاست نمایندگان غربی شورای امنیت سازمان ملل هم به ایران هشدار دادند که هنوز فرصت دیپلماسی هست ولی این فرصت به سرعت داره محدود تر میشه آقای عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم بعد از اینکه نطخ بسیار تند و پر از تهمتی به آژانس ایراد کرد مطرح کرده که ما و در واقع قبول کرده به اینکه در پاره موارد به دلیل ترس از جاسوسی آژانس قبول داریم که اطلاعات نادرست دادیم البته ضمن اینکه ایشون قبول کرده اطلاعات نادرست دادن در واقع دوباره اتهام جاسوسی برای بازرسان آژانس رو شاید برای چندمین بار تکرار کرد نکته سوم اینکه آش انقدر شور شد که خان هم فهمید آقای خامنه ای در جمع نیروی دریایی شمال در جمع خانواده های نیروی دریایی شمال بعد از اینکه شعرهای بسیار چاپلوسانه ایم هست به معمول در حق ایشون قرائت کردن گفته که این حرفها در مورد امام زمانه نه در مورد بنده بعد از ایشون پرسید که چرا در موارد دیگه ایشون صداش در نمیاد همین چند روزه آقای علم الحدا از قولش مطلبی روی یکی از سایت های طرفدار ولایت فقیه گذاشته شده که نقل کرده مهمان آقای خامنه ای بوده و یک فردی از جانب جبرائیل آمده و شب شام برای مهمانان آقا آورده و این قبیل بزرگ گویی ها این قبیل حرف هایی که حتی در مورد اولیا و اتاد خدایی هم گفته نمیشه این روزها گوشه و کنار مختلف در زبان های مختلف به از قول آدم های نزدیک به آقای خامنه ای دائما نقل میشه آقای پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در کارنامه خودش وزارت کشور و کشتار سال 67 رو داره زمانی که معاون وزارت اطلاعات بوده اعلام کرده که میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه جدا که این جمهوری اسلامی با این کشت و کشتار ها و سرکوب ها یک رئیس جمهوری مثل این آقای پور محمدی هم آقای خامنه ای لابد احتیاج داره حال ایشون عنوان کرده که شرایط نظام بسیار سخته و یک عده با تحلیل های نادرست منظور آقای احمدی نژاد و دوستانش باعث این وضع شدن آقای حسینیان هم در مجلس پشتی آقای مرتضوی در آمده و اعلام کرده که مرتضوی آدم خوبی است و سزاوار نیست نیروهای انقلاب به دست خودی ها تخریب بشن البته آقای حسینیان که خودش یک زمانی گفته بود ما هم یک پا قاتل بودیم و هیچ عبایی نداره از این که آدم کشی خودش رو مطرح بکنه در باند آقای کوچک است که ایشون هم دیروز و پریروز سرصدای زیادی راجبه آقای مرتظوی در و اون داستان نامه با 164 امضا ظاهرا دست گله این آقایون بوده دیروز صد نفر هم جلوی سفارت فرانسه تظاهرات داشتن در اعتراض به کاریکاتوری که در یکی از نشریات فرانسوی چاپ شده و اون رو توهین به پیامبر اسلام دونستند اما جالبه که آقای نوری حمدانی آیت اللهی که معروف به کاردستی آقای خامنه ای ایشون به عنوان مرجع تقلید حکومت ساخته مطرح کرده که سفارت فرانسه رو برید و تعطیلش بکنه اما ایشون خبر نداره که همین دیروز یا خبر داره و مشکلی براش نیست که وزارت خارجه جمهوری اسلامی فرانسه رو به عنوان حافظ منافعی معرفی کرده که کسان ایرانیان مقیم کانادا اگر کار کنسولی دارند یا به دفتر حفاظت منافع در واشنگتن رجوع بکنند و یا به سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه نکته چهارم اینکه روزنامه همشهری خبر داده از اینکه شرکت مخابرات برای مشترکان اینترنت پرسرعت خودش هم جیمیل رو قطع کرده و هم پروتکل اس رو مسدود کرده که نتوانند به اصطلاح سکیور بکنند اچ بکنند بکنن, بکنن جیمیل خودشون رو چرا که مسئولین امنیتی نمیتوانند که جیمیل به خصوص وقتی HTTPS و تحت پروتکل اس قرار میگیره رو باز بکنند سایت های دیگه مثل اسکایپ و غیره هم زیر این پروتکل قرار دارن. دقیقا اینها کارهایی است که در چین هم اتفاق افتاده و وقتی نتوانستند گوگل رو باز بکنن شروع به دعوا با شرکت گوگل کردن و اون کشمکش هایی که در چین قبلا مطرح شد نکته پنجم اینکه مخالفین خبر میدن از اینکه در سوریه تعداد کشتگان به مرز 29 هزار نفر رسیده دیروز هم هواپیما های ارتش سوریه در راغه در شمال سوریه به صف ماشین هایی که در پمپ بنزین ایستاده بودن حمله کردند و دست کم سی نفر کشته شدند همینطور در سوریه مخالفین موفق شدن در شهرک دوما در حومه دمشق بیش یک, یک هلیکوپتر ارتش رو سرنگون بکنند که البته دولت تلویزیون دولتی خبر داده از اینکه این, این هلیکوپتر در حال سقوط به یک هواپیمای مسافری هم برخورد کرده ولی هواپیمای مسافری توانسته سالم به زمین بنشینه سردار آبدین خورم به گفته سایت جرس همراه با چند سپاهی دیگه کسانی هستند که در سوریه دستگیر شدند و نکته آخر اینکه انتشار یک ویدئویی که ضرب و شتم و شکنجه زندانیان در زندان گرجستان رو نشون میده باعث استعفای وزیر کشور گرجستان شد او در بیانیه اعلام کرده که مسئولیت اخلاقی و سیاسی شکست در ریشکنی شکنجه در زندانها رو میپذیره این اقدام وزیر کشور گرجستان آدم رو یاد عمل کرده وزیر کشور که چرت کنم دادستان و قازل غزات و رئیس قوه قضاییه و شخص آقای خامنه رهبر این کشور می نازه که به شکنجه ها و کشت و کشتار ها گاهی افتخار هم می کنند دندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی